سلام و شب شما بخیر. بیننده آماج به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. حضور کارکنان ایرانی و پاکستانی در رسانه‌های افغانستان از سخنان سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بود. ریاست امنیت ملی افغانستان تلویزیون‌های تمدن و نور، شمشاد و ژوندون را متهم به پیگیری اجندای کشورهای ایران و پاکستان کرد. از حضور جواسیس در این رسانه ها گرفته تا تعیین سوژه ها توسط ایرانی ها و پاکستانی ها بحث های ریاست امنیت ملی افغانستان بود. در نخست گزارش، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که در شمار از رسانه ها شهروندان خارجی بدون مجوز قانونی کار میکنند. او میگوید که همکنون در شبکه های تلویزیونی شمشاد، ژوندون شهروندان پاکستانی و در شبکه های تلویزیونی تمدن شهروندان ایرانی به گونه غیر قانونی کار میکنند. آقای مشعل همچنان روزنامه انصاف و تلویزیون کابل نیوز را مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به تظاهرات اخیر در مورد حادثه سوزاندن قرآن کریم در بگرام میگوید که کابل نیوز با پخش گفتگوی مستقیم با حراس افغانان از هان مردم را مخشوش کرده است. بعضی از رسانه ها منفی بافی زیاد میکنند. سوزاندن قرآن شریف و حادثه پنجوایی یعنی دامن به مظاهره زدن و اینی گپا را زیاد تشویق کردند که ما مثال کابل نیوز دادیم که مصاحبه از قماندانای طالب در نورستان گرفته بود و زنده بود و بنشر میسپرد به مردم ته نشان میده که گویا دشمنان مسئله افغانستان حضور فیزیکی دارن و قوی هستن. ملی امنیت باید ده خبره تعقیب کی منگه هم ده خبره تعقیبو چې ولی دغه رقم یو اتهام به دینه چې دقت کی وشي پر سنوی باندې وردی کی د مشت نمونه خروار په ډول دی واحد داسې بیلګه پیدا کی چې په هغه کې د افغانستان تاوان او د پاکستان ګټه وي. که دا ثبوت شي وړاندې کولی بیا هم ورته وایم چې درواغ او تومت لګوي. دغه ادعا یې کاملا بې بنسټه ده او هیڅ ثبوت، هیڅ سند نه ده، نه نورې ادارې، نه د امنیت ملي اداره او نه نور رسنۍ دا ثبوت راوړی شي چې حتی د ژوندون تلویزیون چا پورې تړلی اوسي یا بل د تمویل منبع ولري. نظرات سخنگوی محترم ریاست عمومی امنیت ملی بر اساس حدس و گمانها بود که ما او را رد میکنیم. در همین حال نهاد دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان این گفته‌های سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی را تایید کرده میگوید که این نهاد پیش از این نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است. دقیقاً شما وقتی به نشرات چاپی افغانستان به ویژه کابل نگاه کنین، به روزنامه‌ها یا هفته‌نامه‌ها، خود می‌دانین که کدام روزنامه طرفدار کدام یک از پالیسی های کدام کشور است، ایران یا پاکستان. همچنان هم وقتی که به برخی از رسانه های تصویری نگاه کنین مشتبه می شوین که آیا این تلویزیون از افغانستان نشرات دارد یا از مشهد یا از پشاور. این اظهارات در حال بیان می شود که همکنون نزدیک به 50 تلویزیون، بیش از 100 رادیو و صدها رسانه چاپی خصوصی دولتی در افغانستان فعالیت دارند. بیننده آماج به گونه زنده از یک هستین. در اینجا با من صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان رسانه های افغانستان، بشیر عاطف، مدیر برنامه های سیاسی تلویزیون شمشاد، محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون تمدن هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای توحیدی، در کدام موارد شما سخنان امنیت ملی افغانستان را تایید میکنید؟ دقیقا آنچه که آقای مشعل گفتن در کلیت این که چگونه برخی از رسانه ها یا به صورت خودآگاه و یا هم ناخودآگاه در زمینه تأمین منافع دو کشور همسایه ایران و پاکستان قرار گرفتند، این مسئله را تایید میکنه. حضور جاسوسان و کارمندان خارجی را تایید میکنه. شما میدانین که دفتر دیدبان رسانه ها یک نهاد غیر حکومتی است، نه یک نهاد کشفی. آنچه برداشته که ما داریم محسوس بوده این
دقیقاً آنچه که برداشت که ما داریم از ورای محتویات برخی از رسانه ها است، نه اینکه دلایل و اسناد و مدارک در این زمینه در نزد ما موجود باشه. چی فکر میکنین پشت این برنامه ها کسایی هستن که جاسوسی کنن به ایران و پاکستان؟ من فکر میکنم که استخبارات منطقه شاید هم در برخی از رسانه هایی که اصلا ازش نام برده نشده هم حضور داشته باشند و فعالیت کنند، و در این مثلا هم شکی نیست که جواسیس ایران و پاکستان نه تنها در رسانه ها، در رده های بالایی حکومت هم هستند. سپاس. آقای عاطف چند کارمند پاکستانی داری؟ اجازه بدین ما در قدم اول اظهار تأسف بکنم از اینکه امروز رسانه های افغانستان اعضای جامعه مدنی افغانستان ناگزیر هستند در برابر یک ارگان بسیار مهم که او ارگان امنیت ملی افغانستان است قرار بگیرن و اظهار نظر بکنن، و این همه منشأ میگیره از اظهارات غیر مسئولانه و بی‌باکانه یک فرد که در یک مجلس اظهار میکنه، و ما به این هم پوره یقین داریم. شما کارمند پاکستانی در رسانه خود داریم؟ میایم سر حرف شما. و ما یقین داریم که این موضع‌گیری ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیست، اظهارات شخصی یک فرد است، و این توقع را از ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دارم که هر چیز و طریق قضیه را روشن بسازن. ولی حالا اظهارات صحبت ها را کرده آقای مشعل، سخنگوی ریاست سخنگوی نیستن، مسئول مطبوعات هستن. بله. سخنگوی ریاست امنیت ملی کس دیگه است. اگر قرار است از آدرس او ریاست صحبت میشه، باید سخنگویش آقای شینواری صحبت بکنه. ما از ریاست در حال موقف رسمی در حال حاضر در امنیت افغانستان داره. ما به این باور نیستم که این موقف رسمی امنیت ملی باشه، و این توقع را هم دارم که ریاست امنیت ملی قضیه را روشن بسازه که اظهارات نظر شخصی اصولی فکر میکنین کسی در حکومت افغانستان کار بکنه و اظهارات نظر شخصی بکنه؟ بله، این امکان پذیر بله بله. شما در حالی که در جلسه رسمی که وزیر اطلاعات فرهنگ هم حضور داشته، شما همه روزه شاهد از این هستین که در داخل یک پارلمان نظریات مختلف راه میشه، از داخل یک کابینه وزرا دیدگاه مختلف راه میکنن، و رؤسایی که در ادارات دولتی کار میکنن دیدگاه متفاوت دارن. این چیزی نیست که غیر قابل تصور باشه. در اون مجلس کارمند بله، پاکستانی در تلویزیون بله، شاد وجود داره. کارمندای ما 6 نفر کارمند داریم که اونا از صوبه پشتونخوا هستن، و 5 نفرش شما اینا رو پاکستانی میشمارین یا افغانستانی؟ 5 نفرش اجازه بدین معرفی کنم، تکمیل کنم. 5 نفرش مشخص جواز کار دارن، پاسپورت دارن، و یک نفرش از قبایل آزاد است که کارت قبایل آزاد داره. اجازه بدین اما امیر همیشه روشن بسازم برای اینکه آقای مشعل 12 نفر دعوا میکنه، همین دعوا روشن شه. ما 6 جواز کار داریم، اگر آقای رهین هم میگن که ندارن بعد دفتر خود مراجعه بکنن. این جوازهای کار بدون مکتوبای وزارت اطلاعات و کلتور صادر نمیشه، بدون مکتوب ریاست وزارت کار و امور اجتماعی صادر نمیشه، بدون اجازه وزارت داخله صادر نمیشه، و یکی هم کارت قبایل است. یعنی یک نفرتان تنها کارت قبایل داره و دیگه کارمندان بله. شما همش جواز کار بله. داره. سپاس. اجازه بدین ما تمدن این بحث پیگیری کنیم، فرصت کافی است با شما. دعوا میشه که 12 نفر. ما به این خاطر میگم که دیدگاه ریاست امنیت ملی نیست، برای اینکه امنیت ملی اصلا دیدگاه ناشی میشه از کجا؟ در اون مجلس آقای مشعل حضور داشتن، وزیر صاحب اطلاعات و کلتور حضور داشت. من دقیق نمیفهمم که یک تفاهم بود بین آیا یا داشته از طریق وزارت اطلاعات و کلتور با آقای مشعل سپرده شده، اما من این باور ندارم که یا داشته برخواسته از اطلاعات دقیق ارگان امنیت ملی افغانستان باشه. سپاس. پیگیری میکنیم. تلویزیون تمدن چند کارمند ایرانی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در تلویزیون تمدن حتی یک نفر هم کارمند خارجی وجود نداره، و من فکر میکنم که این بس یا ناشی از ضعف معلوماتی ریاست امنیت ملی است، چون که من در جلسه عرض کردم با آقای مشعل، و یا یک بحث انحرافی است برای پوشاندن یک مقصد اصلی. حالا چرا شما رسانه های افغانستان حدوداً 50 رسانه تصویر است، چرا تلویزیون های مشخص 4 تلویزیون؟ بسیار خوب، به نقطه بسیار اساسی اشاره کردین. من به اجازه شما و دوستای دیگه میخوایم که ریشه مطلب اینجا دو دقیقه توضیح بدم برای شما. بفرم. گپی هست که تلویزیون تمدن دو دسته جریان و افراد با اصول نشراتی تلویزیون تمدن مخالف هستن. یکی چپی های
هستند که کمونیست‌های سابق افغانستان هستند و یکی هم سکولارهای غربگرا در افغانستان با نشرات تلویزیون تمدن مخالف هستند، به خاطر که ما بر ارزش‌های اسلامی تاکید داریم مبتنی بر قانون اساسی افغانستان و تاکید داریم بر این صحبت از کدام آدرس شده است؟ آدرس چپی ها یا کسانی که مال میگم خدمت شما؟ و این دو دسته به یک مشکل دیگر برمیخورن و او ایست که باور واقعی به استقلال سیاسی و حاکمیت ملی افغانستان ندارن. به می اساس تلویزیون تمدن چون از ابتدای نشرات خود بالای تطبیق ارزش‌های اسلامی مبتنی بر قانون اساسی افغانستان و استقلال سیاسی افغانستان آنچنان که در قانون اساسی ما آمده و حاکمیت ملی تاکید میکنه، اینا حساسیت به خرج میدن. اداره امنیت ملی افغانستان بالای امنیت و بالای ثبات کشور صحبت نمیکنه و میخواد که با تلویزیون های افغانستان اتهام ببنده. به اون اندازه ای که باید حساسیت داشته باشن ندارن و من فکر میکنم که حکومت افغانستان، باز هم این سوال میپرسم، چرا تلویزیون تمدن مشخصا شما که حتی بالای شما ادعایی است که سوژه های شما توسط ایرانی ها تعیین میشه؟ به همین دلیل که کسانی در حکومت افغانستان در مورد استقلال سیاسی و حاکمیت ملی و تطبیق ارزش های اسلامی در افغانستان مماشات میکنن با کسانی که این مسائل زیر سوال میبرن. چرا واضح تر صحبت نمیکنین اینا کی هستن، در کجا هستن، چرا شما اینا طایفه های مختلفی هستن؟ ممکن است در افراد آزاد باشن، در حکومت افغانستان هم اینا هستن. یعنی حکومت افغانستان مخالف ملی بودن رسانه شماست؟ مخالف نیستن، ولی به اون اندازه ای که ما حساسیت داریم و میخواهیم که استقلال سیاسی و حاکمیت ملی در افغانستان باشه، اونا به این اندازه به باور نیستن. به خاطر با کسایی که اینا علاقه من دارن که با اونا کار کنن زیادتر مماشات به خرج میتن. استقلال سیاسی و حاکمیت ملی ما در طول 10 سال گذشته اون کسا کی ها هستن؟ در کسایی که میگه در واقع میگه پا تقریبا از آدرس از اونا میبرایا یا گپا تی واضح هست کسایی که در 5 سال گذشته با ما درگیر بودن و عالم کی ها با شما درگیر بودن؟ ما از فرد خاصی نام نمیبریم. کسایی که تلویزیون تمدن متهم میکنن اینا کسایی هستن که بالای تاکیدات تلویزیون تمدن بر ارزش‌های اسلامی استقلال سیاسی و حاکمیت ملی مشکل دارن. سپاس.